فصل دوم. ای برادران، درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما با او از شما خواهش می‌کنم، نگذارید سخنان کسانی که به استناد نامه و گفته‌های ما یا با موعظه و نبوت‌های خود ادعا می‌کنند که روز خداوند فرا رسیده است، شما را مشوش و نگران سازد. نگذارید هیچ کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد مگر اینکه اول شورش عظیمی علیه خدا روی دهد و مظهر شرارت، یعنی آن مردی که از ابتدا مقرر بود به جهنم برود، ظهور کند. او با هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه معبود آدمیان است مخالفت می کند و خود را مافوق همه آنها قرار خواهد داد، به حدی که در معبد خدا می نشیند و ادعای خدایی می کند. آیا فراموش کرده اید که وقتی با شما بودم این چیزها را به شما گفتم؟ خود شما می دانید که چه چیزی فعلا از ظهور او جلوگیری می کند و تا آن وقتی که برایش معین شده نمی گذارد او ظاهر شود. اکنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود به طور آشکار کار خواهد کرد. آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کش و با ظهور پرشکوه خود او را نابود خواهد کرد. ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت‌های شیطان خواهد بود و با انواع آیات و نشانه‌ها و معجزات فریبنده و هر نوع شرارتی که برای محکومین به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود. چون آنها عشق به حقیقت را که می‌تواند آنان را نجات بخشد قبول نکردند. از این جهت خدا آنها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در آنها عمل می‌کند که آنچه دروغ است باور کنند و در نتیجه همه آنانی که به حقیقت ایمان نیاوردند و از گناه لذت بردند محکوم خواهند شد. اما ای برادران محبوب در خداوند، ما موظف هستیم همیشه خدا را به خاطر شما شکر کنیم، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران در تسالونیکی برگزید تا به وسیله روح القدس شما را پاک گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید و شما را به وسیله مژده‌ای که ما برایتان آوردیم دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح سهمی داشته باشید. پس ای برادران، استوار بمانید و آن تعلیماتی را که شفاهن یا کتبن از ما آموخته اید محکم نگه دارید. خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائما تشویق کرده و امید نیکویی به ما بخشیده است، شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را که نیکوست بگویید و به عمل آورید.